ای بابا، بازم یه کنفرانس دیگه، بازم یه تعداد آدم مشنگتر از خودم که فکر میکنن من چی میخوام بگم. خب آقایون و خانومان حضور، امیدوارم که همه سوالاتتون از طرف بدنان و گمنام چک شده باشه و پاتون رو از گریم بریف بنده دراستر نکرده باشین. برای مقدمه، همونطور که میدونین طبق معمول نظام در اوج اقتداره، اقتصاد ما تو اوج شکوفاییه، همه انبارا پر از جنسای چینی و روسیه که باعث شده دشمنای نظام در انزوای خودشون قل بخورن. ما هم که از خوشی داریم خلقلت میکنیم. حالا با این حساب اگه کسی سوالی چیزی داره بفرما. سلام. سلام گوشی روبرو. روبرو؟ اونجا روبروه؟ امروز چرا روبرو عوض شده؟ تا دیروز که روبرو اینجا بود، حالا روبرو رفته اونجا؟ خب اگه روبرو اونجاست پس اینجا حتما پشت روه دیگه، باید کلی وقت بذاریم تا شما رو پیدا کنیم. سوالتو بگو. آیه رئیس جمهور توی سازمان ملل طرح صلح هرمز رو در راستای ارتقای صلح و ثبات توی منطقه مطرح کردن. جزئیات بیشتری از این طرح رو اگه امکان داشته باشه بیان کنی ممنون میشه. طرح صلح منظور دمون هرمز پیش اند اوهر. من به این کلمه حساسیت دارم. چی گفتی؟ جزئیاتشو میخوای؟ البته ما اول طرحشو دادیم، تا اومدیم به جنبیم دشمنای بنده جزئیاتون رو افشا کردن، از نوع موشک تا پایگاهی که ازش شلیک شده تا روز و زمان جلسه تصمیم گیری برای شلیک، اسم و رسم تمامی شرکت کنندگان همه رو جلوی خبرنگارا افشا کردن. فقط رنگ و سایز لباس روحانی و خود مقام عظما رو نگفتن. بعد توی گیج احمق دنبال جزئیات تر سور حساسیت دارم. سور هستی؟ البته الان روی طرح صلح دیگه حاج قاسمی و شریعت مداری دارن کار میکنن، مثل تأسیسات نفتی امارات، که اگه تکراری باشه فرودگاه های بین المللی منطقه هم تو طرح هست. یعنی اینکه آقا جمهوری اسلامی از طرح سول کوتا نمیاد. این افشاگری دشمنان عواقبی هم داره؟ عواقب؟ ما تمام طرحهای اونا رو سوزوندیم. الان خوشبختانه همه اونایی که تو جلسه شرکت کردن، از خود عظما تا ظریف و بقیه سردار پاسدارا، همشون تو لیست تروریستی هستن و دشمن هم هیچ غلطی نمیتونه بکنه. فقط روحانی تو لیست نیست که اونم به حول قوه قلمی و تلاش های خودشون در آینده نزدیک به لیست و جمع این اوباش مشرف خواهند شد. حالا توی احمق از من جزئیات تره سول و مخواه. آدم نمیدونه به این وضعیت بخنده، گریه کنه، بمیره. بابا شما مسخره کردیم با خدا. پاشین جمع کنیم برین. بدبختی ها پای توه، تو دوستی دستای توه، توی بطلاق جای توه عثما. درز عباد پاره شده، حاج قاسم آواره شده، روحانی بیچاره شده عثما. حاجی خوردی به پیسی، گل کفش اروپا رو داری هی میلیسی. چه بخوای چه نخوای همه ازت شکارن، چه بخوای چه نخوای ماما تو در میارن. خودت هم بدونی دیگه راهی نداری، عاقبت میبندنت به گاری. چه بگی چه نگی میخونم از تو چشمات، که داره میریزه حسابی کرکو.
بسته توی اون که تو بند بسته توی در مونده و خسته توی از ما دنیا که میخنده به درها رو میبنده به تحریم ها هم کرده له توز ما این روزا حاجی خوردی به پیسی گل کفش اروپا رو داری هی میلیسی چه بخوای چه نخوای همه ازت شکارن چه بخوای